Yavuşen, Hamkonis Yavuşen, Askonis Yavuşen, Hamkonis Yavuşen, Arcama Safedolim, Arcama Dame Kuşen, Arcama Safedolim, Arcama Dame Kuşen, Hamsori Avastolim, Hamkota Çizarduşen, Hamsori Avastolim, ما کشتن همه کشتیم ما آتشی زردوشتیم ما کشتن همه کشتیم ما هم کوی خاراییم دیوار بخاراییم ما هم کوی خاراییم دیوار بخاراییم یک تاریف هست باید یک تاریف هست باید هم داریسی خاموسی نظر کن آرهیم زین گمراهی دوست آور سال دستم بگیر و تایم کن براهی دوست آور سال یا لابه کن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو درو نگو شعر بگو سرود نگو شک بگو سپاس ولی مقصد اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار سباب یخنی مرد پرستی و ساختن امامزاده تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما می نویسم از غروبم از سقوط 7000 سال بیگانه در ایران است بیگانه در ایران با پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیزارم از دین شما نفرین به آهین شما از دینه پیشانی ها دلهای سنگ دین شما دلهای سنگ دین شما ای شهر بی آهی شده ای مردم امیران سپاه شام سرداران خون آشام شما را مردگانی زنده میبینم خدایان شما را بنده میبینم شکم از حرام آکنده میبینم پیش شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم در خرابات مغان نور خدا میبینم وین
عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. آن درون میرفت در اوج فضا، دید یک عمامه ای را از قضا. تونتر میرفت عمامه از او، داد زد آهسته تر ران ای انجان. از کجا پرواز کردی ای جناب، تا کجا خواهی روی با این شتاب؟ گفتم مامه چه می پرسی دوران، ور بگویم تو برایم گریه. گر مرا این وضع غیر عادیست، بابت زن زندگی آزادیست. پیش از این ما اقتدار داشتیم، خوشتر از خوش روزگاری داشتیم. من که از باتری و شارژ و سیم پیج خود به همراه هم ندارم هیچ هیچ، با یکی ضربه به دین راه آمدم، همراه یک آخ و یک آه آمدم. اسم من عمامه نکبت نژاد، و تار و پودم از پلشتی و فساد. چون که چپ پیروز شد با انقلاب، من گرفتم جای او را با شتاب. تا بجنبد زیر پایش روفتم، داس و چکش را به مغزش کوفتم. خود شدم با تاج همتراب. از شیخ را کردم به کشور سرفراز، شد همه کار سیاسی مال من، کل قانون اساسی مال من. قدرتی بودم که سردار سپاه پیش من بر می‌گرفت از سر کلاه. کشتم از نسل جوان چندین هزار، تا کنم ارکان قدرت استوار. خوب جا انداختم عمامه را، تا که بشناسدیم خود کامه را. هر کجا یک ذکری از عمامه شد، زد زیل شلواری و پیژامه شد. از همان آغاز من بی معتلی هم رئیس جمهور بودم، هم ولی حکمران گشتم به کشور. سر به سر از خلیج پارس تا بحر خزر، این دوتا را پشت هم کردم عروس، هدیه دادم این به چین و آن به روس. هرچی می آمد برون از چاه نفت، لای پیچا پیچی عمامه رفت. این طرف بودم رئیس پارلمان، آن طرف درگیر صدها پادگان. پس شدم فرمانده کل قوا، همچنین مسئول فتوای خلا. یک طرف فکر دیسیپلین سپاه، یک طرف ناظر به پا در مسترا. الغرض در این 40 سال و 3 سال شاد بودم، غیر به اونا خوش به حال. کشتم از نسل جوان چندین هزار، تا کنم ارکان قدرت استوار. تا کنم ارکان قدرت استوار.
هر از چندی خودشو نشون بده، نشون میده و میره، مثل خیلی که دلشون بخواد خودشون نشون بدن و برن. کارها کردم که کس باور نکرد، عشقها کردم که پیغمبر نکرد. هر گویی خوردم در آن حد و حدود، بود بحر من گوارای وجود. غیر از این که حد خود نشناختم، تا که خود را در خیابان باختم. ظلم ها کردم به ملت، روز و شب تا صبوری داد جا را بار غذاب. یک شبه هنگامه عمامه شد، زیر عمامه زدن برنامه شد. در خیابانها، گذرها، کوچه ها جشن عمامه پرانی شد به پا. هر که دستش میرسید از پشت سر میزدی یک ضربه عمامه پر. فرز چالاکو به سرعت میزنند، با شتاب و بی خشونت میزنن. ضربه خوردم من همین یک لحظه پیش، پرت گشتم از سر آخوند خیش. دختری دیدم دونده از عقب، زلف او آشفته و خنده به لب. کرد با یک ضربه شوتم این چنین، تا نوادا بازگردم بر زمین. ای درون، این بود شرح حال من. تو بگو اکنون ز حال خود سخن، تا درون در پاسخش گوید کلام. آمدم مامه فرود و وسلام.
سلحشور این سرزمین کهن که 1401 سال است اسیر تازیان هست، باید اینو بدوند که تا الان شما پیروز شدید. کمتر از 3 ماهه که یک حرکت و انقلابی رو شروع کردید، تا الان پیروزی با شماست، چون روز به روز دشمن عقب نشینی کرده و شما در سطح جهانی متبلور شدید و شکوه پیدا کردید. یعنی هر جور حساب کنید تا حالا شما پیروزید. یادتونم نره خون جان رفتن برای میهن و آب و خاک هزاران سال است میلیون ها دادیم، ولی این با برکت ترینشه، از همه بهتر زیباتر این یکیست، چون به جایگاهی رسیدید که سابقه نداره، هیچ مردمی رو هیچ سرزمینی رو تا این حد جهان ستایش کنه. من در جایگاهایی که میرم هر از چندی میبینم که این ستایش مردمی چقدر زیاد. مثلا چند روز پیش سالن دیدار با نویسندگان فرانسوی بود، 100 تا نویسنده اونجا از بزرگترین نویسندگان فرانسوی حضور داشتند. بین این 100 تا از منم دعوت شده بود، میز کتاب داشتم. یادم نمیره این رو هیچگاه، هر کسی میومد سر میز من، شهردار، وکیل مجلس، سناتور، وزیر، رؤسای چه و چه، نویسندگان بزرگ که میومدن زن ایرانی رو ستایش میکردن. Un grand avocat anti... Vous pouvez devenir banquier. مردم سلحشور ایرانی رو ستایش میکردن و برایشون ده ها پرسش، چی شد؟ اسلام چی بود؟ چجوری اومد؟ چجوری مردم دارن میگن بیزارم از دین شما، چجوری روسری میسونه؟ این چیه؟ باور میکنید در 4 ساعتی که من اونجا بودم، دوستان ایرانی که تشفردن گواه بودن، یکی میرفت یکی میومد، همه انسانهای فرهیخته، طرف 10 تا کتاب نوشته، 15 تا کتاب نوشته، سالها حکومت میکرده، این ور اون ور. برایشون این جالب بود، این کاری که شما آفریدید. حالا این آفرینش، من میخوام امروز چند نمونه شو براتون بگم. نمونه اولش اینه که اینا رو به جون هم انداختید. نظام جمهوری اسلامی به جون هم افتادن، یعنی به گونه‌ای که الان یه صف شده صف مردم، یه صف شده صف اهریمن و دشمنان ایران. ما بسیار فیلم در دست داریم که به شما نیز رسیده و دیدید، در این تایم کوتاه هم نمیخوام پخش کنم، یکی رو شاید ببینید که ببینید زن ایرانی رو بیگناه داره یک بیگانه، یک تازی زبون نفهم همینطور زیر دست باش میزنه، یهو یکی چیز دیگه که همون لباس پلیس اونو داره میاد میزنتش، او زن نجات میده.
پلیسی ما زیاد داریم که یکی دیگه پلیس داره یکی رو میزنه یکی دیگه از دور میاد پلیسه دیگه یه جفت لغت میزنه یارو رو میندازه زمین. و بعد من اینم امروز اینجا به شما بگم چون رژیم داره هی میگه که آقا اینا تروریستا بودن تیراندازی کردن اینا احزاب کرد هستن از عراق وارد شده بعد پایگاه اونا رو میزنه میکشه اینا دروغه. درگیری مسلحانه بین خود نیروهای انتظامی است، یعنی نیروهای انتظامی که میدونید چندین رقم هستن، بسیج هست، سپاه هست، بعد هشت شعبی هست، فاطمیون هست، زینبیون هست، حزب الله هست، اینا سپاهیان تازی بسیارند بسیارند. از اون طرف سپاهیان ایران آریایی اونها تا میبینن این حرامی ها چپ و راست سنگر گرفتن به سویشون تیراندازی میکنن. بعد اونها که دارن میزنن یا میزنن کیان عزیزم و با پدر مادرش هم میزنن میکنن. متوجه میشین؟ اینایی که میگن دروغ برای دکان خودشون میگن که اینها تروریستان اومدن، نه اینها جنگ داخلی خودشون، یعنی فریاد این دخت ارتشی رو نیروهای مسلح ایران از هر طیفش که ایرانی هستن شناسنامه ایرانی دارن فهمیدن. این صدا برادر ارتشی من دختر یک ارتشی هستم، ارتشی که تمام سالهای جنگ دلاوران جنگید و از 30 روز ماه 5 روز خانوادش را می دید و بر اثر عوارض شیمیایی شهید شد. دختر ارتشی که خانوادش خود مرز زندگی می کردن و وقتی نیمه شب قبل از عملیات مرصاد لحظه ای برای دیدن بچه هاش اومده بود، مادرم به پاش افتاد و ازش خواست بر نگرد و فرار کنه و زن و بچه و ناموسش رو تنها نذاره و اون مرد فقط با بوسه ای بر سر دخترانش محکم ایستاد و گفت تمام ایران و تمام دختران و بانوان سرزمینم ناموس من هستن. من دختر یک ارتشی هستم که آسیب های جنگ بعد از خودش خانوادش رو به صلیب کشید. یکی از دختراش دقیقا 3 ماه بعد از مرگ پدر از شدت افسردگی و فراق پدر خودسوزی کرد. یکی از پسراش تو 21 سالگی سکته کرد. پسرها و دخترهای دیگرش هم درگیر افسردگی و تروماهای اون جنگ لعنتی هستند و هیچ وقت خانواده نشد. من دختر یک ارتشی هستم که همسرش در 36 سالگی بیوه شد. و بار 5 بچه قد و نیم قد به دوش کشی و وقتی که بهش گفتن میتونی از خدمات بنیاد شهید استفاده کنی، دستاش رو روی پرچمی که بر قبر پدرم پهن شده بود کوبید و گفت من پول خون شوهرم رو که برای مرز و بومش، برای سرزمینش جون داده رو نمیخوام. من دختر همون ارتشی هستم که وقتی پسر ارشدش وارد نظام شد بعد از 5 سال تمام حق و حقوقش رو جای گذاشت و حاضر نشد از تمام خدمات اجتماعی و مدنی حتی یک گواهی نامه استفاده کنه، چرا که فهمید نون این نظام خوردن نداره. و حالا خطابم به توه، به تو ای برادر ارتشی، فقط یک جمله. آیا تو از اون خلبان عراقی که حاضر نشد بمب شیمیایی بر سر مردم حلبچه بریزه و صدام اعدامش کرد کمتری؟ تا کی میخوای بشینی و ببینی که ناموست رو توی خیابون میزنن؟ تا کی میخوای شاهد کشته شدن جگرگوشه هامون باشی؟ خیلی خوش میگذره بهت
در ماه چند بار میتونی زن و بچه تو ببری به رستوران؟ برادرم ایران ناموس توه، تو قسم خوردی برای دفاع سرزمینت، برای ناموست. از اون طرف اینا تبلیغاتی که میکنن برای هواداران احمق و خر خودشون رو ما باید رو کنیم، رسواشون کنیم. چی میگن؟ میگن آقا مهسا عضو حزب فلان، عضو حزب فلان بود، اون اینا با برنامه کاری کردن، برنامه ریزی شده بود، اومد بهش قرص دادن، اونی که دفت بالا خودش انداخت پایین، اونی که دیگه اصلا خودکشی کرد، اونی که پاش افتاد توی جوب افتاد، ما فیلم برداری کردیم فلان. این یک دروغتون رو حرامزاده ها، هزاران هزار فیلمایی که از کنترل خیابان‌ها خود ایرانی‌های عزیزم منتشر کردن و دیگران رو که فیلم برداری کردن، مردم که هست خر در خروار مردم دارن می‌بینن. پس این زنای ابلهی که میان این حرفا رو جواب میدن به مردم ایران، اگر نمیدونن آگاه بشن، اگر آگاه هستن دارن دروغ میگن. سادات تازی مثل این که 1400 سال دروغ گفتن، خدمتشون برسون همینطور که رسیدین میرسین، اینا دروغ. شهید مهسا امینی شهید است این؟ بله. یه خودش این آره بهش میگه من بود مخاطر دایش دادی کموله بود، خودش هم کموله نامی دونستن تا 10 دقیقه دیگه این نمیره شما تو خونه آنه. بعد میان پدر مادرها رو میگردن، اگه تونستن پدری رو مادری رو، چون اینا همه هم 1400 سال اسلام بر سر اینا حاکم بوده، اینا دختران خودشون رو کافر میدونستن. خیلی از شما پیرپاتالا پدر مادرها بچه های خودتون رو فاحشه میدونستن، اگه لباس سکسی میپوشید، اگه تو خونه میرقصید میگفتین آقا این چاپ چاپ تمال. شما بعضیاتون با یک تشر با یک فلان و بعضی‌ها برای با پول، بعضی‌ها با امکانات پست‌هایی که دارین، چون خیلی اینا پست داره، یارو سرداره، یارو رئیس کمیته منطقه است، رئیس بسیج، رئیس فلان، دایی یاروس، عمه یاروس، خاله یاروس، یارو که میگم یعنی یار، مهربان یارانی که کشته شدن، یارو یعنی مهربان یار. ما در مشهدی هم میگیم یره، یره یعنی یار، همین مهربان یاری که ما میگیم. این بچه‌های ما که کشته شدن، بعد یک علنگ‌های بی‌شرف میشرف به عنوان فامیل میانا زر زیادی میزنن اینجوری. من خواستار مجازات و گرفتن قاتلین کیان هستم و هیچ گونه از کسی هم انتظار ندارم که از گفته های ما و صحبت های ما استفاده بکنه و هر طوری که هم در فرمانداری گفتیم عمل کردیم و الحمدلله هیچ خبری هم از آقای سیم آشوب یا چیزی نبود. اگر کسی هم آقای سیم اومده حرفی زده از ما خارجه، به والله قسم من یکی از این افراد رو نشناختم، یکیشون هم نیومد برای قضا بشینه، یعنی وقتی که شعار دادن و رفت. خواستم اینه که کسانی که بچه‌ام رو کشتن به سزای احمالشون برسن. یک دوم از این که من خودم حقیقت اهواز بودم، رو صحنه نبودم. زمانی رسیدم خونه که بهم گفتن بچه شهید شد، رفتم بیمارستان صحنه وقتی رفتم بچه‌ام نشون داد، گفت همین بچه‌ت؟ گفتم آره. هیچ خواسته ای هم ندارم، فقط خواستم اینه که اینا این کثیفا به سزای اعمالشون برسن. هیچی نمیخوام، فقط خون بچه من ازشون بگیرم، فقط تلافی خون بچه من ازشون بگیرم. هیچی نمیخوام، از دولت جمهوری اسلامی میخوام که این دارم بگیره به سزای اعمالشون برسون. فقط همین نمیخوام، هیچی نمیخوام، خیلی پدر نمیخوام بچه من بسیره. علی جی بچه من کشته، چون بچه من رب رو خونه دایش، رب رو خونه دایش سر کوچه پیچه که بره تو کوچه ماتی زدش. بچه من اهل شرارت بود، نه اهل چیزی بود. هیچ خدا را جبای گرام، الان 14 سال شده که راست سوم ابتالیمایی و همه امام حسین یک بار معلوم یه حرفی در برای انقلاب نزد، نه خوب نه بد. بچه بلند شدم جنازش برده بردم، او چه کار بکنم؟ همین. و خوشبختانه و خوشبختانه من سپاسگزار این مردم هستم. باور میکنید شبها که نه روزها دارم راه میرم مثل مردم جهان گریه میکنم به بزرگی این آریا،
آریا یعنی انسان پاک، ایرانی یعنی انسان پاک سرشت آزاده، یعنی انسان آزاده و پاک سرشت. اونایی که اینطور شجاعانن، من میخوام زینب ولای راد پیر فلک مادر کیان رو، مادر جان تو خواهر منی، تو سن دختر منی، میخوام دست تو ببوسم. یک فریادی زدی که این فریاد باز میره تاریخ رو عوض کنه. این فریاد تو که بچه من از قرآن بیزار بود، قرآن نخونین بر سر گور فرزند 9-10 ساله من. اصلا برای بچه هم قرآن پخش نکنین، بچه هم از قرآن متنفر بود. نگام کرد گری کرد، گو مامان مگه من عربم؟ من ایرانیم. چرا به میگی قرآن بخون؟ گفتم بابا مدرسه است دیگه، چیکار کنم، مدرسه است دیگه، باید بخونی. که اگه اینا رو نخونی دانش آموز پخش کنم. اصلا برای بچه هم قرآن پخش نکنی، بچه هم از قرآن متنفر بود. این فرزندی که کلاه اوستایی فروهر، کلاه هخامنشی، کلاه 7000 ساله، بچه بی کوچیکی بر سر داره، پدر نازنینش، مادر نازنینش، اینا اینجوری بچه ها رو بالا بردن. در ابتدای برنامه میبینید مدت ها براتون منتشر میکنیم، این کلاه اوستایی نشانه و سمبل آریایی بودن و پاک بودن است. بختیاری و تمامی طایفه های کهن آریایی یه رازی را امروز به شما بگم، همچنان که دیروز پریروز تا این سالن کتاب رازهایی رو من برای یهودی مسیحی گفتم که اینها خودشون خبر ندارن. من از مثلا پرسیدم، گفتم آقا این تاریختون میگن 5780 اونا این چیه تاریخ، از مبدأش چیه؟ من این تحت کتاب نوشتم، اینا این در مورد تورات هم نوشتم. گفتم نه، تاریخ مبدأش چیه؟ نمیدونست. یزدان گواهی نمیدونستم خیلیشون، یارو ریش و فلان اینا، تو این فیلمی که دیدین اینا بودن. گفتم این تاریخ انقلاب آدم، فردی به نام آدم در امپراتوری شوش انقلاب میکنه، اینو میگیرن تبعیدش میکنن به صحرای سینا مصر، میره اونجا، از اونجا یه تمدن میسازه. همین یهودی هایی که الان دنیا رو دارن آقایی میکنن، سروری میکنن با ذکاوت و دانششون. این تاریخی، تاریخ بلد نیستین، تاریخ خودتون رو باید بلد باشین، تاریخ سرزمین خودتون، سرزمین کهن، سرزمین آریایی، میهنتون رو. حالا اینو میخوام بگم، خیلی نمیدونید، همچنان که شما غرق مذهب شدید 1401 سال همه چیز فراموش کردید، و هره این تبارهای پاک آریایی، بختیاری ها و همه کرد ها و همه طایفه هاشون، آتورپاتی ها، خوزستانی ها، خراسانی ها، پارس ها، آریایی ها، چرا بختیاری خانه به دوشه؟ چرا بختیاری تو چادر زندگی میکنه؟ چرا بختیاری فصل به فصل میره از اینجا به اونجا؟ چرا؟ چرا؟ کوچه قبایل برای چیست؟ گریز از دست تازیانه، اینها با تازیان جنگیدن و میجنگن قرنهاست، برای اینکه نتونه اینا رو قتل عام کنه، مثل شهرهای نیشابور و توس و ری و جای دیگر که اینا ویران کردن و نابود کردن، که امام حسن و امام حسین نیز جز سپاه اینا بودن و کشتند و کشتند و کشتند و از کشته ها پشت نهادن. این سربازان هخامنشی اینها کوچ میکردن از این شهر، نه به اون شهر، از این دشت به آن دشت. این کوچه بختیاری و دیگر طایفه ها و تبارها اینجاست، برای همینی که سلح شوری آریایی در اینا مونده. این خیلی بود. نکته دیگه ای که
بسیار جالبه، من میخوام امروز اینجا تأکید کنم بهش، مسئله سید بازی است. ما بارها گفتیم، تأکیدم کردیم، سید خوب داریم، سید بد داریم، سید تبهکار جنایتکار جانی حاکم داریم و سیدهای پاک. امروز میخوام یک شخصیت نازنین رو که من خودم خیلی دوستش داشتم همیشه و نمیدونستم که سیده، نمیدونستم سیده، میخوام این امروز به شما معرفی کنم که این فرد اومده صحبت کرده و وقتی که از رضا شاه تجلیل میکنه، رضا شاه رو که تجلیل میکنه، یعنی همون کسی که سیادت خودش که تا حالا ازش استفاده نکرده بوده، تا حالا ازش استفاده نکرده بوده، ولی شما وقتی تو بیوگرافیش مراجعه میکنید میبینید که ایشون اسمش بوده سید ابراهیم تقوی شیرازی. سید ابراهیم تقوی شیرازی وقتی شما بگیم هیچ کدوم شما اصلا نمیشناسینش، نمیدونین کیه، فکر میکنین شاید یک آیت الله، یه رئیس مدرسه، یه حوزه، یه مسجدیه. سید ابراهیم تقوی شیرازی کسی نیست جز استاد ابراهیم گلستان، شخصیت بزرگ هنری، علمی، میدان نویسندگی. در جوانیشون روز حزب توده بوده، اومده بیرون همون موقع و الان ایشون 100 سال عمرشه. امیدوارم که میگن 120 ساله بشه. در لندن هم زندگی میکنه آقای ابراهیم گلستان و اکتبر، نیمه اکتبر که گذشت ایشون 100 ساله شد. خیلی خرسندم که 100 سالگی خودشون رو استاد گلستان میبینن، ابراهیم گلستان. حالا ایشون ببینید چی میگه در مورد رضا شاه وقتی میگه و خودش هم رضا سیدی چه تا حالا تو این سالا پنهان کرده از سیدا. همه این حرفا این مشخصا روشن بکنیم که دوره رضا شاه برخلاف تمام فحشایی که بهش دادیم، من خودم میدادم یه وقتی، وقتی یه عقب میذارم نگاه میکنم تو دوران نگاه میبینم خیلی فرق کرد، خیلی از دوره محمد علی شاه، از دوره مظفرالدین شاه، از دوره ناصرالدین شاه اصلا قابل قیاس نیست به اون اتفاقی که افتاد. مسئله فقط راه آهن ساختن و جاده آسفالت کردن و همه حرفا نیست، همه زبونی که عوض میشد، درسی که تو مدرسه داده میشد، بچه‌هایی که درس می‌خوندن، همه این حرفا رو باید در نظر گرفت دیگه. همین فرهنگ سازی دیگه، درسته؟ آره، ایستگاه راهن اهواز رو درست می‌خواد بکنن. غروبه. رضا شاه هم رفته سنگ بناش بگذاره. یه بار نگاه می‌کنی می‌بینی که در طرف مشرق آسمون قرمزه. میگه مگر اینجا مشرق نیست؟ میگن چرا؟ میگه خب حالا غروبه، این باید مغرب این رو قرمز باشه. بهش میگن که نه، این نفتای گازای مسجد سلیمان آجاری است که دارن میسوزونن، این نور اون است. و رضا شاه که ما میگیم که نوکر انگلیس ها بوده و انگلیس ها آوردنش، پاشه میکوبه زمین، میگه کی میشه من خودم از این پدر سلطان آزاد نجات بدم، مملکت آزاد بکنم. و این رو یا مهندس آمریکایی که اونجا بوده دیده، شنیده و گزارش نوشته برای سفارت آمریکا. سفارت آمریکا اون وقتا اصلا توی امریکا خواهد کتابش درداده. خب اون یارو هم که در فرستاده رو به واشنگتن، یعنی در سال 1307 رضا شاه پاشو کفته زمین، گفته کی میشه من دسته، گفته مادر خودم نجات بدم. خب این آدم این حرف زده، این آدم در 1307 دلش میخواسته که گازهای زیادی رو در مسجد سلیمان نسوزونن، مصرف بکنن. How will your people after a period judge you? Well, if they read history they will see what it was before my father, what it was when I took over and what it was when I left. داخل ایران کارهای هنری فراوان میکنن، در خارج از کشور کارهای هنری فراوان میکنن که اینقدر زیاده که بیا و ببین. من خرسندم که یک جوان ایرانی از داخل برای ما آقای آرایش چه کاری فرستاده، براتون بخش میکنن، کارش قشنگه. دنیای ایرانی، دنیای هنر، عشق شورشو.
اقلیت فاسد زناکار پس ریشو های اشتباهی گناکار رزل بچه های بلد زنای سیغه های شد کشته شما شهید جوان ما مست 45 سال از گدایی به عرش رسیدید به خدایی با گاز و نفت و فرش کی بود اون دختره شلاموس میگفت نمیخوای جمع کن برو آره اون یا مفت سیغه اختیاری اسمولای پس جیره خور کثافت نجاست به دست شمال و غرشرق و جنوب ایران آباد قرد و ترک پارس و بلوچ ایران آزاد شمال و غرشرق و جنوب ایران آباد قرد و ترک پارس و بلوچ ایران آزاد توپ و تانک و مسلسل مزدور خدنگ ریختی سر جوونا با باروت و فشنگ ایرانی برادر خواهر غیر ساکت نشین کم نیار با مولوتوف بجن خاک و پس میگیریم با خون و جون و چنگ امید توتیان عزیزم امید توتیان مثل بهرام مثل گروه بالگرد که اول برنامه کارونا رو میبینید مثل افشین فروتن اینها جوانانی هستند که ترانه‌شون آوازشون موسیقیشون مثل خیلی دیگه که بیشماران هستند نبرد و مقاومت و نگفتن به اسلام تازی است همون که بیزارم از دین شما نفرین با آیین شما رو این فرزندان دلیر آریایی مثل شاهین نجفی مثل خیلی بچه های دیگه اینها در کلام خودشون ارائه کردن به تاریخ نوین ما من از همه اینها سپاسگزار هستم و آرزو دارم که به زودی بتونم براشون یک کنسرت انقلاب کنسرت مقاومت از 7-8 تا از این خواننده های نازنینم که همشون سرفراز هستن و سرفرازی رو در شعر و موسیقی و ترانه آوردن برای ایران بیزارم از دین شما نفرین به آیین شما از دین پیشانی ها دلهای سنگ دین شما دلهای سنگ دین شما ای شهر بی شنگیم که داریوش عزیز کرد که کار معینی کرمانشاهی رو خوندم من در گفتگو با استاد شرفشاهی به این قضیه اشاره کردم اینجا تکرار نمی کنم که ما ریشه زرتشتی ما زرتشتی هستیم و تبار کوروش هستیم فرمانده ما تازی فقط روان شاد معینی کرمانشاهی عزیزم استاد نازنین نیست که ببینه که این ترانه رو در یادروز زایشش بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیگانه در ایران است بیگانه در ایران برگیر گریبانش زین خاک برونش کن این اصل تو این ایران این اصل تو این میدان برگیر گریبانش زین خاک برونش کن این اصل تو این ایران این اسب و تو این میدان با توسن آزادی سرکش ز جنونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران با پیرو و زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیگانه در ایران است بیگانه در ایران فرمانده ما تازی بفکن تو کمندت را از تخت نگونش کن از تخت نگونش کن از تخت نگونش کن شاد بودن رقص و دستفشانی و پایکوبی عزیزان من بسیار خوب است و بسیار مفید شما در هر سن و سالی که هستین میگن بهتون پیاده روی کنید قدم بزنید همزمان شما هر روز اگه برقصید این رقص خودش براتون خیلی خوب حالا وقتی شما این پیرمرد رو ببینید که با یک لباس سنتی
چون هر کی انبام سرش هم گذاشت یادتون نره، باز مثل سید و سیدی رو گفتم، میرم بگم که هر کسی هم که امامه سرش گذاشت شما فکر نکنی راه خونده. این ما در تربت جام، تربت حیدریه در استان خراسان خودمون و شهرهای بسیار دیگه داریم که این سرشون میپیچن این امامه رو، یعنی هر کی امامه سرش گذاشت این روحانی نیست و آخوند نیست و نبایستی سرش بپرنیم. مثل این پیرمرد نازنین که مثل یه جوان 18 ساله، ببینید چقدر شاده و شاده. امروز رژیم در وقتی این بزرگی و عظمت و شکوه رو میبینه هزار یک توطئه میکنه. اینها الان دارن توطئه‌هایی در سطح جهانی میکنن که در سطح جهانی آوانتاژهایی بدن، همونطور که در شعر اولی که از هادی خورسندی براتون خوندم که طنز بود، گفت چین رو به چین اونو دادن، به روس اینو دادن و همینجور دادن و دادن، مملکت رو رفته برای حفظ قدرت خودشون. الان هم اینا دارن بازی‌هایی میکنن که معادلات جهانی رو به نفع خودشون عوض کنن، ولی نمیتونن. شما به همین خاطر پدر مادرها بایستی از بچه ها پشتیبانی کنن، ارتش حتما باید از مردم پشتیبانی بکنه. الان که این دوگانگی بین نیروهای مسلح به وجود اومده باید علنی بشه. الان چیراندازی ها که میبینه میگن تروریست ها اومدن، تروریست ها نمیتونن، تمام مرزها زیر کنترله. و خود اینها هم دیدید که نشون دادن در این دو ماه انقلاب که کنترل میکنن همه جا رو، مثل چین شده ایران از نظر کنترل دوربینی. یعنی اونطور نیست که کسی از خارج اسلحه وارد بکنه، متوجه میشین؟ ولی همیشه آدرس عوضی و دروغ اینا دادن و میدن. اینها جنگ داخلی، اینا کسایی رو تروریست مینامن که از خود مردم ایران هستن، نیروهای نظامی مختلف، و دلشون نمیاد ببینن که اعراب بیگانگان دوباره اومدن توی مملکت دارن ایرانی میکشن، باشون مقابله به مثل میکنن. این نکته بسیار مهمه، روش تأکید کنید عزیزان من، تأکید کنید که ایرانی سلحشور الانم تن به ذلت نمیده و همین خاطر از ارتش پشتی بکنه، این انجای نظامی که در هر جایگاهی هستن و از مردم پشتیبانی میکنن که فیلماش هم خیلی زیاده، شما اینها رو پشتیبانی کنین ازشون. و از سوی دیگه الان این تنبیه تازیان طوری شده که این تنبیه اینها رو میبره تا به جایگاه پست خودش. تنبیه و میبینید دژنام دادن در جایگاهی که طرف هیچی نمیفهمه، هر چی تو میگی اون نمیفهمه، دژنام که میدی اون ابهتش رو میاری پایین. الان حتی بچه های کوچک، ببینید بچه های کوچک از این زیاده، بچه کوچک وای میسته شعار میده، پدر مادرش هم تربیت میکنن آن مادر نگو، آی مادر نکن، نه. و بعد بچه دیگه میگن آقا چون تانک فش فشه آخون باید گم بشه، بچه کوچولو 4-5 ساله میگه نه اینو باید گم، توپ تانک فش فشه آخون باید گم بشه، توپ تانک فش فشه خامنه ای کس کشه، توپ تانک فش فشه آخون باید گم بشه، نه توپ تانک فش فشه خامنه ای کس کشه. خاطر همین الان این فرهنگ جدید نسل نو و جوان که به پدید اومده، آی وای وای دهنم گاز بگیرم، نه. مادر کیان عزیزم یک تحولی به وجود آورد با سخنی که گفت در مزار فرزندش، که این تحول تاریخی است که ما رو به پیروزی و لایسیته بودن این انقلاب، چون زرتشت لایک خردگرایی پای گذارش میترا و زرتشت در ایران هستن، تکیه بر خرد، تکیه بر هیچ دینی نیست در سیاست. این است که پیروزی هم با توست، تو جوان ایرانی، دخت و پسر ایرانی، پیروزی با توست، فقط باید پدر مادرها پشتیبانی کنند بچه‌هاشون. به پایان برنامه میرسیم، از برادر مهربانم مهندس امیر شجره سپاسگزارم، تا برنامه دیگه همی شما رو بیزدان پاک میسپارم. در پناه اهورامزدا شاد و خوش و پیروز باشید. درود به سلحشوران ایران بزرگ آریایی و کلاه اوستایی، نشانه فرهیختگی و فرهنگی
جدا از فرهنگ تازیان. از برادرم مهندس امیر شجره دبیر کلی تلویزیون سپاسگزارم. Fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'Histoire, 104e ouvrage de David Abassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abassi avec les personnalités nationales et internationales. Chez Amazon, sinon envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده‌ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زازار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخگوی ده ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام ای دوست بیا، ای دوست بیا، تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنیمت شمرم، فردا که از این دل کهن در گذری با 7000 سالگان سر به سری، فردا که از این دیر کهن در گذری با 7000 سالگان سر به سریم. قاضی در گوشی به خیام گفته این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف میزنند. نخستین متهم را صدا میکنند. داب پاخی زد. ابو عیاض 35 سال دارد. قاضی خطاب او میگوید تا کنون چند بار به جرم شراب خاری بازداشت شده اید و به تعهدات و توبه خود عمل نکرده اید. امروز در میدان شهر شما 30 ضرب شلاق میخورید تا عبرت دیگران باشید. ابو عیاض فریاد میزند من باده خورم ولیک مستی نکنم، الا به قدح دراز دستی نکنم، دانی در ازم زمه پرستی چه بود؟ تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. ابو عیاض ادامه میداد امروز که حکیم بزرگ وار عمر خیام در اینجا حاضر است، من از او میخواهم که به عنوان وکیل مدافع از من دفاع کند.
قاضی با عصبانیت گفت: وکیل مدافع چیست؟ پیرمردی اجازه سخن خواست. قاضی به او فرصت سخن گفتن داد. پیرمرد از جای برخاست، گلویش را تازه کرد و با صدایی بلند گفت: در بارگاه پادشاهان کهن ایرانی رسم بوده است که متهم پس از شنیدن موارد اتهام سخنانی را در دفاع از خود بگوید یا از کسی بخواهد تا در